بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سبای عزیز، در لکچر گذشته ما شما سر ساختمان RBC صحبت کردیم. در لکچر امروزه دکتر سبای ما سر هموگلوبین صحبت میکنیم. خب در لکچر قبلی صرف ما قدر خواندیم که RBC یک حجره مقعر و طرفین می باشد، یک حجره زنده نمی باشد، یعنی به این معنی که خودش حرکت نداره. وقتی که RBC مچور شد دیگه قابلیت تکثر را داره نمی باشه، پر از یک پروتین مزدوج سرخ رنگ به نام هموگلوبین پر می باشه و وظیفه RBC عبارت از انتقال گازهای تنفسی خصوصا اکسیژن می باشه و در تنظیم pH رول داره. خب هموگلوبین دکتر سبه عزیز یک پروتین مزدوج است، یعنی پروتین جوره است. خصوصا سرش صحبت میکنیم که چه نوع پروتین جوره یا مزدوج می باشه. متشکل از دو ماده می باشه، یکی ماده به نام هم می باشه، هم، و دیگر به نام گلوبین می باشه. خب سنتز هموگلوبین در اون مراحلی که قبلا ما در لکچر قبلی خواندیم که RBC از مرحله پرو اریتروبلاست، از حجره پلوری پوتنت هماتوپویوتیک استم سل تا ریتیکولوسایت تکمیل میشه. خب مراحل پرو اریتروبلاست بود، بازوفیلیک اریتروبلاست بود، پولی کروماتوفیلیک اریتروبلاست بود، ارتوکروماتوفیلیک اریتروبلاست بود، بالاخره ریتیکولوسایت بود. البته ساختار هموگلوبین از مرحله پرو اریتروبلاست آغاز میشه تا مرحله ریتیکولوسایت تکمیل میشه. البته این مراحلی که RBC از مرحله پرو اریتروبلاست تا مرحله ریتیکولوسایت میرسه، یکی از او پدیده های مهمی که در این مراحل صورت میگیره ساختار هموگلوبین است، توسط ارگانیل های RER، ریبوزوم و بالاخره گلجی باڈی می باشد. چرا ما میفهمیم که پروتین در این ارگانیل ها ساخته میشه. خب ما اشکال مختلف هموگلوبین داریم. به طور عموم ما 3 نوع هموگلوبین داریم، یک نوع هموگلوبین هموگلوبین ایس و یک نوع هموگلوبین هموگلوبین ای 2 است. البته این هر دو نوع هموگلوبین ها یکی A و A2 اردش در کاهلا می باشن، یعنی در نوزادا نمی باشه، در فیتوس نمی باشه. وقتی که یک طفل به دنیا میه و بالاخره به طرف کهولت میره این دارا می باشه، لیکن بیشتر هموگلوبین A است تا 2.5% هموگلوبین A2 می باشه. این هموگلوبین از دو زنجیر الفا و دو زنجیر بیتا ساخته می باشه. ببینیم ما می فهمیم که یا بعدا میام هم انشاءالله که هموگلوبین از 4 زنجیر ساخته می باشد. البته دو زنجیر به شکل جوره‌ای، دو زنجیر الفا می باشد و دو زنجیر بیتا می باشد و هر زنجیر ما 4 اتم ببخشید در مجموع یک هموگلوبین 4 اتم آهن همراه خود داره می باشد که 4 مولکول اکسیژن همراه خود حمل یا بار می کنه و ترکیب اکسیژن همراه هم یا همراه قسمت آهن هم به شکل رجعی می باشه، به شکل سست می باشه، یعنی در الویله ها با هم یک جا می شه لیکن در کپیلری های نزدیک با هم جدا می شه. رنگ هموگلوبین به رنگ سرخ می باشه، از همین خاطر رنگ سرخ خون در مجموع از وجه RBC است یا RBC از وجه هموگلوبین به رنگ سرخ می باشه. و این اندازه 64450 وزن مولکولی داره می باشه. ما یک اندازه تقریبا تا 2.5% یک هموگلوبین به نام هموگلوبین A2 داریم. صرف فرقش همراه هموگلوبین A دی است که این دو زنجیر الفا دی جمع است، لیکن بجای دو زنجیر بیتا دو زنجیر دلتا می باشه، دو زنجیر دلتا، یعنی الفا هم در A است هم در A2، لیکن بجای بیتا دلتا می باشه. اکسیژن کیرینگ کپاسیتی یا انتقال ظرفیت انتقال اکسیژن در A بیشتر می باشه نسبت به A2، از همین خاطر A بیشتر است و A2 کمتر است. A البته مخفف ادلت است، ادلت به معنی یعنی در کاهلا موجود می باشه. یک نوع هموگلوبین به نام هموگلوبین F می باشه، در خون جنین یا وای که نو تولد می شه موجود می باشه. از لحاظ ساختمان فرقش همراه دیگه ای است که دو الفا در هر 3 نوع است، البته A هم است، در B هم است و ببخشین در E2 هم است و در F هم است. صرف در هموگلوبین F بجای دو بیتا و دو دلتا دو گاما می باشه. البته بعد از تولد به مرور زمان آسته آسته ای F به A تبدیل می شه.
خب قابلیت بیشتر پذیرش اکسیژن داره می باشند، به این معنی که این هموگلوبین بسیار زیاد تمایل یک جای شدن با این هموگلوبین زیاد تمایل یک جای شدن با اکسیژن را داره می باشند و اف مخفف فیتس می باشند، یعنی این هموگلوبین در فیتس در جنین موجود می باشند. خب البته اینکه چه نوع هموگلوبین ساخته میشه، مراحل ساختارش البته همه تو صرف ببینین، ضرور نیست که یاد بگیرین. دو مولکول سکسینایل کوی همراه دو مولکول گلایسین یک جای میشه، مولکول به نام پایرول می سازه، چهار پایرول با هم یک جای میشه و بالاخره ماده را به نام پروتوپورفیرین 9 می سازه. پروتوپورفیرین 9 همراه آهن ترکیب میشه، هم می سازه و هم همراه پروتینی که در کبد ساخته میشه پالی پپتاید است یک جای میشه، یک زنجیری از هیموگلوبین میسازه، هیموگلوبین چین که الفا می باشه یا بیتا، بالاخره باز دو زنجیری الفا همراه دو زنجیری بیتا یک جای میشه، هیموگلوبین ای میسازه. اگر طوری باشه که دو زنجیری الفا همراه دو زنجیری دلتا یک جای شد، هیموگلوبین ای تو را میسازه. اگر طوری باشه که دو زنجیری الفا همراه دو زنجیری گاما یک جای شد، هیموگلوبین اف میسازه. خب قبلا ما گفتیم هیموگلوبین چهار پروتین چینج است، یعنی چهار زنجیری پروتینی را داره، البته زنجیری پروتینش گلوبین می باشد. چرا ما گفتیم که هیموگلوبین از ماده هیم و گلوبین ساخته شده، که اگر ما ای را در نظر بگیریم دو دانش الفا می باشد دو زنجیرش و دو زنجیرش بیتا می باشد. البته هر زنجیر ما شما چهار گروپ هیم داره می باشد، این هیم جایش که در قسمت اکسیژن یک جا میشه، سایت ویر اکسیژن مولکول بایند، این قسمت است که نیجا اکسیژن خدا یک جا میکنه. البته ما در لکچر اولی خواندیم که قطر آر بی سی تقریبا 7.5 مایکرومتر یا مایکرون میباشه، لیکن زخامت آر بی سی در قسمتی که زخیم میباشه، البته قسمت های محیطیش زخیم است، قسمت مرکزیش نازک است، تا 2 مایکرون یا 2 مایکرومتر میباشه. خب این هیموگلوبین است، البته این قسمت های هیمش است، زمین قسمت های هیم اکسیژن زمین قسمت یک جای میشه، این البته این زنجیر الفا می باشه، این زنجیر دیگه الفا می باشه، این زنجیر دیگه بیتا می باشه، این زنجیر دیگه بیتا می باشه، که در مجموع چهار زنجیر میشه. خب این سلاید تکراری است، البته فرمیشن اف هیموگلوبین وریشن این هیموگلوبین چنز، تغییرات در زنجیرهای پروتینی هیموگلوبین، قبلا ما سرش بحث کردیم. البته هیموگلوبین ای ما شما تغییرات طور است که سه نوع زنجیرها در هیموگلوبین موجود می باشه، یا الفا می باشه یا بیتا می باشه یا گاما می باشه. هیموگلوبین نوع ای ما شما دو الفا و دو بیتا را داره می باشه. هیموگلوبین ای تو ما شما دو الفا و دو بیتا داشته، دو دلتا داشته می باشه. هیموگلوبین اف ما شما دو الفا و دو گاما را داشته می باشه. هر یکی از گروپ هم ما شما که یک چین ما یک گروپ هم داره و یک هم یک مولکول اکسیژن انتقال میده. بی‌نظمی های هموگلوبین از چند لحاظ تقسیم بندی شده که در پاتولوژی خوانده میشه. به طور نمونه ما یک کمخونی داریم به نام سیکل سل انیمیا، روتاری می باشه که در هموگلوبین ای به جای امینو اسید گلوتامیک اسید والین موجود می باشه و ظرفیت انتقال اکسیژن دهی کم می باشد و هیموگلوبین به شکل داسمانن می باشد. از این خاطر سیکل سل آر بی سی به شکل داسمانن می باشد، از این خاطر سیکل سل انیمیا می گه، که البته این را باز به پاتولوژی به شکل مشاره می خوانید. خب ترکیب هیموگلوبین با اکسیژن بعد از اینکه اکسیژن توسط سیستم تنفسی گرفته شود، سیستم تنفسی الویلای ها موجود می باشد، در مجاورت الویلای دیجا کپیلری موجود می باشه، کپیلری به نام پلمونری کپیلریز میگه، کپیلری دارای آر بی سی می باشه، آر بی سی بالاخره به شکل دیفیوژن یا انتشار اکسیژن داخل اویه میشه و بالاخره از اویه در اویه داخل تقریبا تا 92% توسط هم هیموگلوبین گرفته میشه و بالاخره انتقال داده میشه. البته این پروسم در آر بی سی که داخل میشه خارج میشه به شکل دیفیوژن میباشه. یک گرام هیموگلوبین ما شما در کسبه تقریبا به اندازه 1.34 میلی لیتر اکسیژن انتقال میده. خب اگر کدام سوال باشه در کسبه سوالتان رو باز مطرح کنید.
خب دکتر صاحب، ما چون گفتیم که در ترکیب هیموگلوبین هیم و گلوبین می باشد و هیم هر هیم در ترکیب خود به طور عمده آهن نداره می باشد، اصلا ای که اکسیژن همراه در هیموگلوبین همراه کدام ماده یک جای میشه؟ همراه آهن یک جای میشه که در ترکیب هیم می باشد. پس ضرور است ما باید بالای متابولیزم آهن بفهمیم که آهن در بدن ما شما به کدام اندازه است، در کدام قسمت های بدن ما شما ذخیره میشه و چه قسم جذب میشه، چه قسم انتقال میشه. مقدار مجموعی آهنی که در بدن یک انسان نرمال کاهل که وزنش تقریبا 70 کیلوگرم باشه تقریبا 4 الی 5 گرم می باشه. این 4 الی 5 گرم به اشکال مختلف می باشه، تقریبا تا 65% در ترکیب هیموگلوبین می باشه، 4% در تشکیل یک پروتین دیگه که برای عضلات حجرات عضلی اکسیژن ذخیره میکنه در مایوگلوبین می باشه، 0.1% با پروتین انتقالی که آهن در پلازما انتقال می تواند به نام ترانسفرین می باشه و تقریبا 15 الی 30% به شکل ذخیروی همراه پروتین به نام پریتین می باشه که البته به طور عمده در مغز استخوان می باشه. خب انتقال و ذخیره آهن ما سر دو موضوع صحبت میکنیم، یک انتقال آهن در خون و ذخیره آهن در کجا ذخیره میشه. بعد از اینکه ما آهن در غذا بگیریم در امعای رقیقه خصوصا در دواجنوم در اثنا عشر جذب میشه، بلکه جذب شد در پلازما همراه یک پروتین یک جا میشه به نام اپوترانسفرین که پروتین توسط کبد ساخته میشه، یک پروتین بیتا گلوبولین است. بالاخره وقتی که آهن همراهش یک جای شد ترکیب شدی رو باز ما میگیم ترانسفرین. بالاخره به طور عمده آهن در کبد ذخیره میشه، یک در حجرات ریتیکول و اندوتیلیال ذخیره میشه و همچنان در مخ عظم یا در برمیرو ذخیره میشه. خب ما گفتیم که در حجرات ریتیکول و اندوتیلیال ذخیره میشه. در سایتوپلازم این حجرات پروتینی به نام اپوفریتین میباشه، پروتین است توسط کبد ساخته میشه و بالاخره وقتی که آهن همراهش ترکیب شد این را باز ما به نام فریتین یاد میکنیم. البته یک شکل ذخیروی آهن است که بسیار با آسانی همراه از این آهن یک جای میشه، بسیار با آسانی از این آهن پس آزاد میشه. خب اگر طوری باشه که آهنی که ما از بیرون آهنی را که ما از بیرون میگیریم از ظرفیت ذخیروی اپوفریتین بالا بره، بالاخره آهن در بدن ما شما به شکل غیر منحل ذخیره میشه که این شکل غیر منحلی که در انساج مختلف بدن ما شما ذخیره میشه را ما هموسیدرین میگیم. لیکن آزاد شدن آهن از این و ذخیره بسیار به شکل مشکل میباشه، لیکن از فریتین بسیار به شکل آسانی آزاد میشه. خب در عموم دکتر سوا آهن در بدن ما شما در کدام قسمت ها یا در کدام موارد بکار میه؟ البته در ساختار هیموگلوبین دیگه، در ساختار بعضی از مواد مهمی دیگه فارمیشن اف ادر اسنشال الیمنتس ان دی بادی مثل مایوگلوبین یک پروتین است که در حجرات عضلی موجود می باشه و اکسیژن برای حجرات عضلی ذخیره میکنه، در ساختار سایتوکرومز، در ساختار سایتوکروم اکسیدیز، پراکسیدیز، کتالیز انزیم های مختلف است که در ساختار انزیم ها رول داره. قبلا ما گفتیم دکتر سوا که تقریبا در مجموع آهنی که در بدن ما شما است 4 الی 5 گرم می باشد، total iron in the body. اگر ما نظر به وزن محاسبه کنیم، البته 50 میلی گرم کیلو بادی ویت این در مردان می باشه، تقریبا در خانما 35 میلی گرام کیلو بادی ویت در خانما می باشه. یعنی به این معنی نظر به هر کیلوگرام در برای هر کیلوگرام وزن مردها تا 50 میلی گرام می باشه و در خانما 35 میلی گرام می باشه. البته 1 میلی لیتر کنسنتریتد آر بی سی کانتین 1 میلی گرام ایرن. این به چی معنی؟ یعنی در یک میلی لیتر خون ما شما آر بی سی که قرار داره و تقریبا 1 میلی گرم آهن با هم داره می باشه. خب این سلاید هم دکتر سوا البته به این نیست که شما ای را حفظ کنین،
صرف ایره یاد بگیرین که چه قسمی آهن به کدام شکل در بدن ما شما جذب میشه، بعد از اینکه جذب شد به کدام طرف انتقال پیدا میکنه و بالاخره به کدام شکل به استقلاب میرسه. خب اینجا ببینیم دکتر سوا، بعد از اینکه آهن در امعای کوچک در سمال انتستین جذب میشه، بالاخره بعد از جذب در پلازما همراه یک گلوبولینی به نام اپو ترانسفرین ترکیب میشه. این ما میگیم ترانسفرین جمع آهن، ترانسفرین جمع آهن. خب اینمی آهن که همراه ترانسفرین است، این به طرف چند موارد حرکت میکنه. اول میایم به این طرف، این میره به مغز استخوان در ساختار هیموگلوبین با کار برده میشه. یک، اگر از ساختار هیموگلوبین افزایش پیدا میکنه، ما گفته بودیم که در کبد در حجرات ریتیکولو اندوتیلیال در مخ عظم همراه پروتینی به نام اپوفریتین یک جا شده و به شکل فریتین ذخیره میشه، به شکل فریتین ذخیره میشه و آزاد شدنش از فریتین ببینید الکترود دو طرف است، البته بسیار به شکل آسانی می باشه و بالاخره اگر ظرفیت فریتین ذخیروی فریتین افزایش پیدا میکنه، بالاخره به شکل هموسیدرین ذخیره میشه. و دیگه ای که آهن آزادی که در انساج ما شما قرار داره، بالاخره میتونه که از هم از انزیما هم به میان بیه و همچنان از هم هم به میان بیه. خب و امی آهنی که امرای ترانسفرین در پلازما هست، یک اندازه روزانه اطراح هم میشه، تقریبا با اندازه 0.6 میلی گرام بر دی می باشه. البته اپو ترانسفرین بباشین ترانسفرین در کدام قسمت بدن ما شما می باشه؟ در پلازما. یعنی می قسمت هایی را که ما نام بردیم ایده کجا می باشه؟ در تیشیو می باشه، تیشیو. خب بعد از این که آر بی سی عمرش پوره میشه که پسان ما سرش صحبت میکنیم، هیموگلوبین تخریب میشه، دیگریدیشن آف هیموگلوبین و بالاخره از او آهن آزاد میشه. البته این تخریب هیموگلوبین توسط کدام حجرات به طور عمده می باشه؟ توسط حجرات مکروفاژ می باشه و از او آهن آزاد میشه و قسمت یک قسمت رنگه دیگه از آر هیموگلوبین به شکل بلوروبین اطراح میشه. خب البته اینجا ببینین هیموگلوبینی که آهنی که در ترکیب هیموگلوبین است، هیموگلوبین در کجاست؟ در آر بی سی می باشه، آر بی سی. خب جذب آهن از سیستم هضمی در تمام قسمت های امعا نخیر، بلکه البته در اسلاید یکم اشتباه است، ممکن در تمام قسمت های امعا جذب شد، لیکن به طور عمده در امعای کوچک و در امعای کوچک هم در قسمت اول امعای کوچک که به نام دوادنوم یا استعشار یاد میشه. مراحلش بعد از اینکه آهن توسط امعای کوچک گرفته میشه، اپوترانسفرین افراز میشه توسط کبد، بالاخره در صفرا میآید، در ما اپوترانسفرین امرای آهن ترکیب میشه، کامپلکس یک شکل مغلق آهن و ترانسفرین میسازه، چسبیدن کامپلکس با آخذه های جدار اما یک جا شده و بالاخره به شکل پینوسایتوزیس جذب میشه و در پلازما با ترانسفرین انتقال پیدا میکنه. خب کیس لیرم در کسوا یک اندازه تکراری است، ضرورت نیست که سرش بحث کنیم، بازم اون گپ تکرار میگم که این البته شما حفظ نمیکنه، صرف یاد میگیرین که به کدام شکل این صورت میگیره. البته absorption of iron from the intestinal tract، بعد از اینکه آهن از کانال هضمی جذب میشه، خب بعد از اینکه جذب شد آهن در امرای اپوفریتین یک جا میشه به شکل ترانسفرین، به شکل ترانسفرین در پلازما انتقال، بعد از این باز به شکل پینوسایتوز جذب شده، به شکل ترانسفرین جمع آهن در پلازما انتقال پیدا میکنه. خب اگر باز از ظرفیتی که از این که در ساختار مایوگلوبین در ساختار هموگلوبین رول داره اضافه شد، این آهن همراه اپوفریتین یک جا شده به شکل فریتین ذخیره میشه. خب آره regulation of total body iron، تنظیم مجموعی آهن بدن ما شما، قبلا گفتیم که آهن در بدن ما شما اندازه 4 الی 5 گرام می باشه، خب البته باید از این افزایش پیدا نکنه. خب آره یک حالت میه که آهن از این اندازه بالا میره، وقتی که بالا رفت بالاخره چی کار صورت میگیره؟ کبد در مقابل از این
ساختار اپوترانسفرین کاهش پیدا میده. البته این کبد است که بعد دیگه اپوترانسفرین را نمی سازد. وقتی که اپوترانسفرین نباشد، چین و آهن همراه آهن جذب شود و بالاخره انتقال شود. از این خاطر جذب و انتقال آهن کاهش پیدا میکنه، بالاخره آهن به اندازه نرمال خود پس برگشت میکنه. از طرف دیگه فریتین شکل ذخیروی آهن می باشد. فریتین شکل ذخیروی آهن می باشد. دومی که وقتی که آهن فوق العاده زیاد در بدن ما شما جذب شود، بالاخره ذخایر فریتین تکمیل می شود. که تکمیل شد، در حالت نرمال در کسبه عزیز ای ترانسفرین بسیار کمی از ترانسفرین ما شما فو میلی گرام ای بسیار کم، تقریبا یعنی یک بر سه مشبوع می باشه، تقریبا دو بر سه غیر مشبوع می باشه. وقتی که ذخایر آهن فوق العاده زیاد جذب میشه، ذخایر فریتین تکمیل میشه. که تکمیل شد، بالاخره ترانسفرین به شکل مکمل مشبوع میشه. که مشبوع شد، بالاخره ترانسفرین موجود نیست که به شکل پینوسایتوزیس، به شکل پینوسایتوزیس آهن جذب کنه. پس ببینید ایجی یک وکتور ما ایج است، یعنی به این معنا که در صورت جذب بیشتر آهن دیگر ترانسفرین کبد نمی سازه که بالاخره سبب انتقال آهن شود. دومی که وقتی که فریتین افزایش پیدا میکنه، بالاخره در اون صورت ترانسفرین مکمل مشبوع میشه، دیگر ترانسفرین موجود نمی باشه که به شکل پینوسایتوزیس آهن جذب کنه. خب تخریب حجرات سرخ خون تقریبا آر بی سی 120 روز به شکل اوسط عمر داره و در داخل سایتوپلازم آر بی سی انزیم های موجود می باشن. این انزیم ها وظایف مهمی را انجام می ده. فرضاً یکی از وظایف مهمش متابولیسم گلوکوز و تولید ای تی پی می باشن. البته این تولید متابولیسم گلوکوز و تولید ای تی پی که توسط انزیم ها صورت می گیره به اهداف ذیل می باشن. اولی که باید غشای آر بی سی دارای خصوصیات انعطاف پذیری باشد، به این معنی که وقتی که از سوراخ های سپلین یا تلید تیر میشه، در وجه باید خود مطابق به سوراخ های سپلین یا در سوراخ های رد پلپ بسازد، یعنی حفظ انعطاف پذیری غشای آر بی سی. دیگه ای که تنظیم انتقال غشایی این ها از داخل و خارج حجره. دیگه ای که این متابولیزم به هدف حفظ آهن هیموگلوبین به شکل فرس باشه. البته دکتر سوا آهن به دو شکل می باشه، یکی ولانس مثبت و یکی ولانس مثبت سه. او آهنی که قابلیت ترکیب را با اکسیژن داره می باشه به نام فرس یاد میشه که ولانس از مثبت دو می باشه، نه فرک که ولانس از مثبت سه می باشه. البته این پروسه در حفظ آهن هیموگلوبین به شکل فرس می باشه. دیگه ای که جلوگیری از اکسیدیشن پروتین ها، البته این انزیم ها این پروسه ها را انجام میده. خب وقتی که آر بی سی 120 روز خود را طی کند، انزیم ها غیر وظیفه میشن. وقتی که غیر وظیفه شد، با مرور زمان متابولیزم ضعیف میشن، غشای آر بی سی شکنن میشن و کرویه یعنی آر بی سی در تحال بالاخره تخریب میشن. وقتی که تخریب شد، آر بی سی با از آر بی سی هموگلوبین آزاد میشه. هموگلوبین که آزاد شد، هموگلوبین توسط حجرات مکروفاژ های نسجی در تمام قسمت های بدن ما شما، فرضاً در کبد است، به نام کفر سلز موجود می باشه، در تحال موجود می باشه، در مخ عظم موجود می باشه، دیگر انساج موجود می باشه. این هموگلوبین توسط مکروفاژ بلع میشه. وقتی که بلع شد، بعد از او این مکروفاژ ها توسط انزیم های مخصوص سر تخریب هموگلوبین شروع میکنه. بعد از او چی کار صورت میگیره؟ آزاد شدن آهن در خون در ظرف چند روز. البته این آهن که آزاد شد، پس امرای هیمو ترانسفرین یک جا میشه. که ترانسفرین یک جا شد، امی آهن باز در ساختار دوباره حجرات سرخ خون جدید سهم میگیره و ای که آهن میره به شکل فریتین در کبد ذخیره میشه. البته در تخریب آر بی سی یا خصوصا هموگلوبین، یک قسمتش به نام پورفیرین می باشه. پورفیرین توسط مکروفاژ ها به بیلروبین تبدیل میشه و بالاخره بیلروبین توسط کبد در صفرا اطراح میشه، که البته از خود یک سایکل مخصوصی داره می باشه.
خب ما سر از بحث نمی کنیم، البته تشوشات فیزیولوژیک آر بی سی ما در کمبود و در آر بی سی ما دو حالت داریم، یا کمبود آر بی سی است یا افزایش آر بی سی است. کمبود آر بی سی را ما انیمیا میگیم که با انیمیا های مختلف داریم. البته چی معنا انیمیا؟ کمبود هیموگلوبین در اثر کمبود آر بی سی یا کمبود غلظت هیموگلوبین. خب اثرات کمخونی بالای سیستم دوران خون، کاهش لزوجیت خون، یعنی خون که لزوجیتش کاهش پیدا میکنه. چرا؟ ما گفته بودیم که آر بی دو چیز به خون ما شما لزوجیت میبخشه، یکی پروتین بود یکی آر بی سی. دیگه افزایش بازگشت وریدی به طرف قلب و افزایش دهانه قلب و بالاخره ممکن سبب عدم کفای قلب شود. خب در حالت دوم به نام پولی سایتیمی یاد میشه که در افزایش تعداد آر بی سی میباشه. این دو نوع است، یکی سکندری پولی سایتیمی است که در اثر کمبود اکسیژن می باشه. فرضاً اکسیژن در انسجه کمبود میشه، کم میشه و بالاخره در نتیجه از او تنبه میره به بون میرو آغاز میکنه به تولید بیشتر آر بی سی. و دومش که است به نام پولیسایتیمیا ویر است که به نام پولیسایتیمیا حقیقی هم یاد میکنه. این از اثر اختلال ژنتیکی در بون میرو می باشه و تومور موجود می باشه، حرافتی که موجود می باشه و بالاخره آر بی سی از اندازه خود زیاد تولید میشه. تشکر دکتر سبا عزیز. اگر کدام شما سوال داشتید سوالتان مطرح کنید، انشاءالله باز جواب خواهیم داد.